سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم برای فال روزانمون. با هم ببینیم که در سه شنبه 6 اردیبهشت دوستان چه خبر است و چه انرژی هایی با شما همراهی میکنه. دوستان مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن، خیلی خیلی خوش آمدین و همچنین سپاس فراوان از شما یاران دوستان که هستی و با حضور گرمتون به این کانال که کانال خودتون هست کمک میکنیم. دوستان با هم ببینیم چه انرژی هایی با شما همراهی میکنه. توجه کنین عزیزان دل، این انرژی ها 10 روزه هستند، اوکی؟ و تمام تک تک این کارت ها ممکنه به شما نخوره، ممکنه مقداری به شما بخوره یا همش به شما بخوره یا اصلا به شما نخوره و روز دیگه و فال دیگه مال شما باشه. دوستان با هم ببینیم چه خبر هست در انرژی های روزانمون عزیزان دل و چه خبر هست در کارت های ماژور. اول عزیزان لایک یادتون نره. دوستان دقیقا کارتی که دیروز براتون افتاد امروز هم براتون افتاد کارت کائنات. یک سری از شما عزیزان دل وارد دوره جدیدی از زندگیتون میشین، به موفقیت میرسین، به اون اوجی که باید میرسین، تکاملی زندگیتون داره پیدا میکنه، اوکی؟ مسئله هست که خیلی وقت شاد روش کار کردین چون اولین کارت هست و الان حرف از موفقیت میزنه. خب عزیزان بریم ببینیم که چه خبر است در کارت بعدی و چه توضیحاتی کارت بعدی در مورد کارت اول بهمون میده. امیدوارم که حال دل همتون خوبه 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 خوب باشه. منم خوبه 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 خوب هستم. هوام آفتابی محشر. خب کارت بعدی، واو بسیار زیبا عزیزان. توجه کنین یک آرکان ماژور افتاد براتون. حرف از کالسکه، حرف از پیروزی میزنه. مسائل دارن جلو میرن. والد دوره جدید از زندگی میشم، دارین جلو میرین. برای یک سریاتون یک جا به جایی هست دوستان، برای که اون جایی که هستم شاید ترک میکنم والد جای دیگه میشم. برای سریاتون ممکنه مسئله بین الملل باشه، مهاجرت باشه. برای یک سریات دیگه تون ممکنه مسئله کاری باشه، یه چیزی خاتمه پیدا میکنه، مسئله دیگه قشنگتری سر راهتون داره قرار میگیره یا اون چیزی که در درونش بودین به خوبی خوشی و با موفقیت تمام میشه و نتیجهشو میگیرین و در راهی هستین که وارد یک دوره جدید بشه. بسیار زیبا دوستان. اما بریم ببینیم کارتای دیگه چه خبر است در کارتام. چه توضیحاتی در مورد دو تا کارت اول بهمون میدن. کارت بعدی حرف از خانواده میزنه. ممکنه واقعا در مورد مسئله خانوادگی باشه. ممکنه واقعا برای یک تشکیل خانواده باشه. ممکنه مسئله باشه که برای شما مهم هستش. اوکی؟ و اما بریم ببینیم کارت دیگه از این دسته کارت استفاده کنم. برای یک سریاتون هم ممکنه واقعا ارث و میراث باشه دوستان. کارت بعدی دوستان حرف از این میزنه که شما کاملا درک میکنین خودتون این مسئله رو و حس میکنین این مسئله رو و دریافت میکنین این مسئله رو. اوکی؟ برای شما الان آمادگی پذیرش این همه مسائل خوب تو زندگیتون دارین و این مسائل خوب اگر تو زندگی شما دارن اتفاق میافتن به خاطر اینکه شما زمان گذشته و آمادگی رو پیدا کردین که به این موفقیت دستیابی پیدا کنین یا به این به قول معروف وارد دوره جدیدی از زندگیتون بشین با موفقیت. کارت دیشب باز افتاد دوستان، ما دنیا هستیم. خب ببینیم کارت های بعدی بهمون چی میگن. کارت بعدی، واو کارت بسیار زیبای امپراتریس افتاده دوستان. کارت های تاروت برای شما فقط کارت هایی ببینین، کارت های بسیار زیبای به قولن آرکان های ماژور افتاد یا تاروت کبیر افتاد براتون. پس امپراتوریس افتاده، حرف از این میزنه که در این مرحله من آبستن ایده هستم و اینکه من قدرتمند هستم و ببینید شخصی هست که شاکرای قلبش هم باز گذاشته، حالم خوب هست. شاکرای قلب حرف از تبادلات میزنه، مسائل احساسی میزنه و همچنین میتونم بهتون بگم که حرف از قلبم رو باز گذاشتم در واقع. اوکی؟
بسیار زیبا دوستان، بسیار قشنگ. و پشت کارت ها باز هم کارتش دیشب افتاده براتون که اینجا بود، به حاجت رسیدن برای یک سریتون. امشب فال امشبمون داره فال دیشب رو عزیزان دل تاکید و تایید میکنه. من خیلی خوشحالم، من عاشق کارتای خوبم. وقتی کارتای خوب میفتن گل از گلم میشکفه. خب اینجا خبر هست در کارتای دیگه در ابعاد مختلف زندگیتون. برای یک سریاتون خودتون دارین حس میکنین که مسائل دارن خوب جلو میرن، اون گره های قبلی دیگه وجود نداره. خب در مورد در سر شما، ببینید عزیزان، نمیخواین حقیقتی رو ببینین یا شک و تردید بسیار زیادی دارین. اوکی؟ ببین حرفایی که من بهتون زدم الان، شما در مورد شک دارین یک سریاتون. من فکر کنم این باشه. خب بریم ببینیم در مورد مسائل احساسی شما چه خبر هست دوستان. در مورد مسائل احساسی حرف از این مکالمه میزنه، حرف از این میزنه که خوب فکر کردم روی مسائل و الان تصمیم گرفتم و میخوام شتاب بدم به مسائل. و حرف از تکلم میزنه. همیشه بهتون میگم ممکنه شما باشین یا شخص مورد نظرتون باشه و همیشه هم بهتون میگم این خانه تنها خانه عشق و عاشقی نیست، خانه هیجانات و احساسات شما هست. بعد از مدتی که عزیزان، من فکر میکنم که زندگی شما در یک استند بای بوده و اتفاق خاصی نمیافتاده، در مورد مسائل احساسی مسائل دارن شتاب پیدا میکنن. اوکی. و اما در مورد مسائل کاری چه خبر است دوستان؟ در مورد مسائل کاری با احتیاط محتاطانه جلو میریم ولی مطمئن پیانو جلو میریم، به قول ایتالیایی ها یواش جلو میریم ولی مطمئن جلو میریم و محتاط هستیم، دور برمون نگاه میکنیم. خب در مورد مسائل مالی دوستان، حقیقت رو میخواییم ببینیم چی هست. با مسائل مالی دقیق بررسی میکنیم، مو رو از ماست میکشیم. و ما در مورد چالش شما چی هست عزیزان دل؟ چالش شما این هست که ببین این یا پیروزی رو بپذیریم یا حرکتی کنین دوستان، یا از دوگانگی در بیاین، یا همش با هم. اوکی؟ و اما چیزی که کمکتون میکنه یک سریاتون هماهنگی تعادلی که در زندگیتون هست یا زندگی احساسیتون، به هر حال یک مسئله هست این میون که متعادل هست در زندگی شما و اون مسئله شما رو کمک میکنه. به چه سمت و سوی میرین دوستان؟ به این سمت میرین که دوراندیشی کنین، مسائل رو افقهای خیلی دور رو ببینین و اینکه اطلاعات و کافی رو دارین، باید تصمیم بگیرین، به سمت یک تصمیم گیری میرین. یک سریاتون هم ممکنه که چندگانگی داشته باشین در مورد یک مسئله دوستان. پشت کارت‌ها بسیار زیبا خورشید افتاده برای شما، روشنایی، عشق، محبت، شاه جام افتاده و همچنین ستاره که حرف از به حاجت رسیدن با گذشت زمان هست. خب عزیزان دل، این کارت‌های شما بود، فال شما بود. من خلاصه در موردش میگم. پس موفقیت، به اوج رسیدن در مورد مسئله برای شما، پیشرفت افتاده، شاید در مورد مسائل خانوادگیتون باشه یا اینکه در مورد ارث و میراثی باشه یا به طور کلی مسئله هست بسیار باریشه در زندگی شما. خودتون این مسئله دارین درک میکنین، حس میکنین، قلبتون رو باز گذاشتین، قدرتمند شدین، اعتماد به نفس دارین و خلاقیت دارین که بتونین مسائل دستتون بگیرین. این تغییر و تحولات زیبایی که در زندگیتون میاد دوستان، بتونین ازشون استقبال کنین. در سر شما مقداری نمیتونم حقیقت رو ببینم، شک و تردید زیاد دارم در مورد مسائل احساسی برای شما یا هیجانی شما عزیزان دل، برای شما شتاب افتاده. حالا پیامی به سمت شما میاد یا اینکه فکراتون رو کردین میخواین دست به عمل بزنین، کاری انجام بدین، پیامی رد و بدل بشه، یا اینکه شخص احساسی شما هست دوستان. در مورد مسائل کاری شما عزیزان دل بسیار محتاطانه برخورد میکنین و یواش میرین، عجله ندارین توی مسائل کاری. در مورد مسائل مالی حقیقت رو میبینین و اینکه میخواین خیلی عادلانه و قشنگ رفتار کنین و باز هم مورو گفته، همونجور که گفتم مورو از ماست میکشین. چالش شما این هست که شاید به این پیروزی ایمان داشته باشین و جلو بریم، از دوگانگی در بیاین و چیزی که کمکتون میکنه این زوجی هست که وجود داره یا وجود خواهد داشت اگر در مورد مسائل احساسیتون باشه دوستان، وگرنه قرارداد که سر راهتون قرار بگیره و گرفته، وگرنه دوستان میتونم بهتون بگم اون قسمتی در زندگیتون که تعادل داره کمکتون داره میکنه.
و چه سمت و سوی میریم؟ باز هم به سمت و سوی دو داریم میریم، یک انتخاب، یک دوراندیشی و اینکه شاید هم قدرت این رو دارم که بخوام آینده های دور و دراز رو نگاه کنم، قدرت اینو دارم که چندین و چند انتخاب داشته باشم بر سر راهم. اوکی، و اما بریم ببینیم با هم دیگه فرشتگان عشق در مورد مسائل احساسی چی میگن. حرف از این میزنن که اجازه بده که انگیزه میزنن، حرف از این که اجازه بده که جسم و قلب، ببخشید، قلب و روحت هم صدا باشن، و حرف از این میزنه که مکالمه ای قلب به قلب، و اینکه بهتون میگه که صحبت کردن به صورت صادقانه با هم دیگه. دوستان توجه کنین دقیقاً، ببینید این کارت مسائل احساسی حرف از صحبت میزد بهتون. خب اینا کارت ها رو من میذارم کنار و بعد میریم سراغ اون قسمت باحال، قطب مؤنث تکرار کنم برای هزارمی بار. دوستان قطب مؤنث حتما خانما نیستن، قطب مؤنث افرادی هستن که مسائل احساسی برشون مهم هست. خب ببینیم چه خبر هست. شخصی هست که میخواد شخص احساسیشو تو قفس کنه، حق داره، بنده خدا خسته شده. اینجا شخصی هست بسیار فعال و اینکه میگه که من خودمو فعال میکنم و اینکه من واقعا پروژه‌هامو جلو میبرم. خب بسیار زیبا. کارت بعدی حرف از مسئله میزنه منطقی و اینکه میگه که من احتیاج دارم که این مسئله رو منطقی ببینم. خب و کارت بعدی میگه که من ببین حرف کسی که فالگیر میبینه، من بر روی شش ششم هم کار میکنم و اینکه من مسئله درست میبینم. جون خودش. همه کارت ها، سه تا کارت قبلی حرف از این میزدن که میخواد شخص احساسی رو بگیره تو قفس کنه، منطقی میبینه مسئله و میخواد فعال باشه توی زندگی فعال پروژهیش و اینا، ولی یه باره شد حس ششمش کار میکنه. به نظر من فالگیر میمونه. اوکی؟ و اصلا هیچ کلمه، حتی یک کلمه در مورد مسائل احساسی نگفت. خب بریم ببینیم که قطب مذکر دوستان شخصی هست که مسائل احساسی براش آنچنان مهم نیستن و مادیات حرف اول زندگیشو میزنه. اوکی، شخصی هست راهنمایی شده، هدایت شده و اینکه میگه که من توسط سرچشمه راهنمایی شدم و من به خودم اعتماد دارم، ایمان دارم و اینکه میگه که من قربانی هستم. اوکی، از یک طرف ایمان داره، از جانب دیگه قربانی هست و نمیدونه چجوری خودش رو آزاد کنه. شخصی هست که میگه که من اعتماد دارم به خودم، به لطف تو و من به خودم افتخار میکنم. یه ماچ و بوسه گندم واسه خودش بفرسته. قربانی هم که دائم القربانی بنده خدا هست، قربانی خودش، قربانی خودش هست در واقع. احساس گناه میکنه و اینکه میگه که من مسئول و گناهکار همه مشکلات هستم و اینکه من نمیخوام، نمیتونم خودم رو ببخشم در واقع. اوکی، اوکی، ما هم بهش حق میدیم، ما هم جاش بودیم نمیتونیم خودمون ببخشیم. دیگه چی برسه به این شخص خود به مذکر. و اما بریم ببینیم که عزیزانی که در جدایی هستین شخص احساسی چه پیام براتون داره. بهتون میگه که رابطه گذشته من به گذشته من برمیگرده. اوکی، بعدی بهتون میگه که نه اصلاً، بعدی بهتون میگه که منو با دیگران مقایسه نکن. دو تا کارت براتون افتاد. بهتون میگه که عشق منو بی‌دقت میکنه و اینکه بعد میگه که بعد از اینکه شکست خوردم، شکست دیدم و یأس و ناامیدی دیدم، قلبم دو مرتبه روشن میشه. بسیار زیبا. و اما بریم ببینیم که کائنات
این کارت زیبا رو براتون دارم و بهتون میگن که مثل آینه در قسمتی از احساساتت یه وقتایی قسمت دیگری از خودت رو میبینی، اون بعد دیگر تو که تو باید باور داشته باشی، اون بعد به سادگی فروتنی ایمان داره و به خوشبختتر بودن و به خوشبخت بودن، نه خوشبخت، یک دنیای پر از صلح، عشق و شادی در این انرژی باقی بمان. و این تناسخ جدید رو و این تغییر و تحولات جدید رو که تو دوست داری ببینی برای همه بپذیر. بله، بودی از ما که اون قسمتی هست که پر از ترمزهای روانی ما هست، همیشه مشکلات اینا رو میبینه، بودی دیگه هست که راحت تر هست، اون کودک درونمون هست. پس کائنات دارن دعوتمون میکنن که اون کودک درون رو زنده نگه داریم. و اما دوستان بریم ببینیم که فرشتگان چه پیامی برامون دارن. یک ایده جدید در درون تو به وجود اومده و یک پچپچی از درون تو به سمت قلبت میره. گوش کن و دست به عمل بزن. این الهامات از بالا به سمت تو میاد. بسیار زیبا. و بریم ببینیم عزیزان از دست رفته چه پیامی برامون دارن. امروز از کار این کارت ها استفاده میکنم دوستان. تو آماده این هستی که تغییراتی به وجود بیاری، پس جستجو کن. برای یک سریاتون شاید دارین تغییراتی در دکوراسیون هم به وجود میارین، چون این هر ممکنه که حرف از دکوراسیون بزنه، ولی به طور کلی عزیزان از دست رفته دارن بهتون میگن که دکوراسیون، وقتی که بهتون میگم حتی ممکنه که اون چیزی که در درونمون باشه، حرف از این میزنن که آماده پذیرش تغییر تحولی در زندگیتون باشین که داره براتون به وجود میاد. خب دوستان، این فال شما بود. براتون آرزوی خوبی و خوشی دارم و خوشبختی. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان.